سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو اولین قسمت از برنامه سیمولیشن هستش، سیمولیشن یا همون شبیه سازی، که توی این برنامه بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. اینجا در خدمت یه دوست عزیزی هستیم، میخوای خودتو یه سلام علیک بکن. با سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان این برنامه و همینطور شما ایرج. خیلی خوش اومدید. یه موضوع خیلی جذابی شما مطرح کردی به اسم سیمولیشن یا همین شبیه سازی. یه مقدار بیشتر در مورد این موضوع برای ما صحبت کن که ببینیم مثلا چی هستش این موضوع. میداد جان، من اگه بخوام کلمه سیمولیشن رو برات معنی کنم، معنی تحت و لحظیش میشه شبیه سازی. حالا شبیه سازی تو دنیای گیم خیلی ازش استفاده میشه، توی کنسول ها ازش استفاده میشه و تو اینترنت هم شما راجع به این سیمولیشن سرچ کنی اطلاعات زیادی میتونی. خیلی حالا سیمولیشن کلا شبیه سازیه دیگه، مثلا به پلیستیشن و کنسول های دیگه. حالا چیزی که از سیمولیشن تو ذهن منه من میخوام براتون توضیح بدم، این مقدار فرق کنه راجع به زندگی واقعی خودم. یعنی چی؟ این مقداری که میخوام بیشتر برای توضیح بدم، ببین شما میای تو دنیای گیم صحبت کنیم دیگه، چون آره مخاطبامون همه گیم رو بلدیم، بالاخره با گوشی هامون همه گیم، من خودم هم گیمرم. ملموستره واسه ملموستره بله، بیشتر متوجه میشم. ببین شما میای یه سیمولیتور میگیری که یه سری بازی های قدیمی مثل بازی های سگا و PS1 و اینا رو روی کنسول های جدید یا گوشی خودت سازگار کنی و بازی کنی. حالا بخوام خیلی واضح تر بگم، مثلا نمونه بخوام بهت بگم، مثلا شما بازی سوپر ماریو که خیلی قدیمیه، نوستالژیه واسه همه، میای با طریق اون سیمولیتورا یه گوشی بتونی اجرا کنی. آره شبیه سازا، آره حتی الان دیگه پورتش هم کردن حالا واسه موبایل فلان، فکر میکنم باشن چه چیزه. حالا چیزی که هست همه بازی ها ساپورت نمیشه اینا، یا بسته به سخت افزارشه، بعض موقع سخت افزارا همخونی نداره، آره همخونی بعض موقع کدایی که نوشته میشه. بالاخره حالا کد نویسا و کسایی که طراح این سیمولیتور ها هستن واسه هم سازگار کردن اینها، واسه سازگار کردنشون میان این کد رو تغییر میدن که بتونن بازی بیشتری به شما ارائه بدن. هر سری آپدیت میشه که بازی بیشتری رو ساپورت کنه. حالا چرا من بحث سیمولیتورها رو پیش کشیدم؟ خب چون که میخوام با موضوع بزرگتری ذهنتون رو درگیر کنم. دقیقاً چه موضوعی هستش؟ سوال جالب و به جای بود میلاد جان. چی میشد اگه تصور میکردیم دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم یه سیمولیتوره؟ یعنی مثلا این زندگی که داریم کلن یه شبیه سازی، یعنی میتونیم ببین میشه اینجوری گفت. ببین من بذار ساده تر برای توضیح بدم. ببین رفته رفته با پیشرفت علم ویروس ها و مریضی های جدیدی توسعه پیدا میکنه، پیشرفت میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که علم پیشرفت میکنه امکانات بیشتری برای جلوگیری از این ویروس ها و مریضی ها به دست میاریم، امکانات درست فراهم میشه که بتونی باشون مقابله کنی. حالا من اگر یک سال قبل از کرونا برمیگشتم بهتون میگفتم که بلا یه ویروسی میخواد بیاد کل دنیا رو دو سال کلن تعلیف کنه، یعنی هیچ دادسته تنی نباشه، کسی اصلا باورش نمیشون قبل اینکه کرونا بیاد، کسی باورش نمیشون که دو سال همش اینجوری تعطیل بشه از کار بیفتن. آفرین، دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. رفته رفته با پیشرفت بشر پتانسیل بیشتری پیدا میشه برای خیلی از اتفاقات پیرامونه. جالب، یعنی میگی که با پیشرفت علم مریضی‌ها داره پیشرفت میکنه، اینجوری می‌خواید؟ حالا یه چیز خیلی چیز ترسناکی نیست که آدم بخواد ازش بترسه، خیلی چیزای عادیه و حتما شنیدی که میگن تعداد افراد مهم این دنیا شاید اندازه تعداد انگشتان دست باشن. آره یه شنیده بودم، میگفتن اولا جمعیت 1% 2%، گفتم مثلا 1% 2% دنیا 98% پول دنیا رو دارم، مثلا یه سوی مایی از قدرت دنیا دست اون دست بود. آره دقیقا همینه. حالا دقیقا اونا هستن که میدونن ورژن بعدی چه اتفاقی قراره بیفته و چه چیزی قراره اضافه بشه به این دنیا و این
سیمولیتری که ما دیگه هستیم میدونیم. آه یعنی میگی که این دنیا هی داره پیشرفته میشه، رفته رفته آپدیت که میشه چیزهای جدیدی داره بهش اضافه میشه، یه آپدیت واسش داره میاد. دقیقا میتونم به عنوان مثال مثلا بگم که شما یه فیلمی میبینی تو هالیوود، بعد از چند سال اون فیلم اتفاق افتاد، مثلا همین از یه کرونا فیلم شیوه یه دونه، آره یه فیلم شیوه اومده تو مثلا 2011 بود اگه اشتباه نکنم. حالا بذار برای خود جالب ترش کنم. هالیوود یه دستور عملی داره، وقتی که این شروع میکنه یه فیلمی میسازه، این فیلم اگه جدید باشه مثل یه دستور عمل توی دنیا پخش میشه و تمام فیلمسازها و سینماگرهای دنیا رو موظف میکنه که از اون موضوع فیلمی تبعیت کنن و مطابق با فرهنگ اون کشور فیلم رو بسازن. چرا؟ چون ذهن رو آماده کنه. مثلا فیلم هایی هستش مثل همین شیو یا مثلا فیلم هایی که در رابطه با آخر زمانه یا مثلا همین زامبی ها که ذهن تو آماده بشه یه موقع مثلا تو خیابون رد میشی دو تا زامبی دیدی تعجب نکنی، یعنی آمادگی ذهنی تو داشته باشی. این هم شوخی باهاش میکنن، هم فیلم جدی باهاش میسازن، هم از تئوری های مذهبی میگن جلوی این فیلم ها رو میسازن. خیلی داستان ترسناک، یعنی این دارن ما رو آماده میکنن در اساس اتفاقاتی که قراره بیفته. یعنی تو میگی که فیلمایی که داریم میبینیم احتمال داره یه روزی تو خیابون واقعی شه ببینیم. این اصلا چیز ترسناکی نیست که بخوای. حالا ترسناک‌ترش اینجاست که تو وقتی که میفهمی جزئی از یه سیستم شبیه‌سازی. حالا یعنی چی؟ یعنی بذار من یه با دو تا سوال ازت اینو کاملش کنم. آیا تو فکر می‌کنی به دنیا برنامه‌ریزی شدی که به دنیا بیای؟ یا به دنیا میای که برنامه‌ریزی بشی؟ حالا من اگه بخوام نظر شخصی رو بگم، مثلا اینجوریه که فکر می‌کنم تو به دنیا میای برنامه‌ریزی می‌کنم تا یک نمی‌دونم، فکر می‌کنم اینجوریه بیشتر. تا دقیقاً من میتونم بگم هر جفتش. تو به دنیا میای تا پتانسیلات سنجیده بشه و طبق همون پتانسیلا برات برنامه‌ریزی بشه. یعنی تا کجا می‌خوام ببینم ظرفیت داره که آره دیگه سختش نکنید تا اینجا بدونی که این دنیایی که توش یه سیمولیتوره و خیلی حرف بزرگی این چیزی که من دارم میگم. واقعا ولی... چیز خیلی عجیبی. حالا فکر کنم مثلا من... دنیایی که توش زندگی میکنیم گلن یه شبیه‌سازیه که درسته، ولی من قراره تو این برنامه هم به شما میلاد جان هم به شما بینندگان ثابت کنم که این قضیه کاملا واقعیه. چجوری دقیقا این اتفاق میخواد بیفته؟ میلاد جان دیدی من از بابا یه تصویری میاد جلوی ذهنت، بعد ذهنت درگیر میکنه، من اینو یه جا دیدم، خواب بودم چیز میگم، بهش میگن دژاوو اگه اشتباه نکنم. چون دژاوو تصویری که آشناس تصویره، ما بهش میگیم دژاوو ولی شما بهش میگید دژاوو، فرق نمیکنه همون دژاوو شما. حالا میدونید چیه این دژاوو؟ والا من شنیده بودم مثل اینکه یه چیزیه به این عنوان که شما قبل اینکه به دنیا میای یه سری تصویر از زندگی تو میبینی، یا مثلا زندگی تو کامل میبینی بعد انتخاب میکنی که آقا مثلا توی این زندگی باشم یا مثلا یه زندگی دیگر انتخاب کنم. چی فیلم مایه من شهیده بودم مثلا میخوای قبل اینکه به دنیا بیای تمام زندگی توی یه بار جلوی چشت میبینی. درست، همچه چیزی من شهیده بودم. دقیقا یه چیز تو همین مایه هاست که میگی. حالا گاسپار نوئه یه فیلمی ساخته به اسم وارد پوچی شدن، یا فیلم دیدم اینتردیوید فیلم. حالا نمیخوام این فیلمو برات اسپویلش کنم چون خودت هم دیدی، حتی واسه شما بینندگان نمیخوام اسپویلش کنم، ولی همین که این به این قضیه که چجوری یه نفر وارد پوچی و خلل میشه کاملا اشاره میکنه. واقعا یعنی میخوای شما بگی که اتفاقاتی که توی اون فیلم داره میفته و تمام اون چیزهایی که طرف تجربه میکنه واقعیت 100% میشه بهش اطمینان کرد، میشه این سند میتونه باشه در مورد این قضیه؟ ببین میلاد جان، من نه چیزی رو رد میکنم نه چیزی تایید میکنم. لبخنده فقط فقط دارم بهت میگم یه خطی میخوام بهت بدم که بدونی قشنگ این اتفاقات چیه و کجا داره این اتفاقات شکل میگیره و اصلا چیز خاصی هم نیست. خیلی ها ازش خبر دارم. دلیلیه که چرا این اتفاقات داره شکل میگیره؟ فضای مجازی، به لطف فضای مجازی و این اپهایی که هستی تو دنیای مجازی همه چی مشخص و مبرهنه. اما چیزی که قصد داشتم از دژاوو بهت بگم این بود که یه مقدار موضوع رو ازت پیشیده تر کنم. چجوری دقیقا چیه؟ الان بهت میگم چجوری. ببین از جوانه موازی که چجوری میگی؟ یه چیزهای شهیدن به این عنوان که مثلا توی یه جهان دیگه شاید من وجود داشته باشم، مثلا با یه زندگی دیگه،
یه کشور دیگه هستن، یه موقعیت رو اونجور چیزی شنیدم. دقیقا یه چیز که همین مایه هاست که دوباره مثلا اگه اینجا شب باشه اونجا روزه، اونجا روز باشه اینجا شبه. آره یه چیز که همین مایه هاست. ببین این که حالا شخصیت تو به چه شکل باشه یا تو چه کالبدی باشی، قدت بلندتر باشه، کوتاه‌تر باشه، مرد باشی، زن باشی، اینا تو دنیای موازی هست. حالا رندوم مثلا بله رندومه. حالا اینا من میخوام اینجا بهت بگم که تو یه نسخه از هزاران و یا میلیون ها نسخه خودت هستی که تو این دنیاها داره آزمون پس میده، یعنی داره تست میشه. یعنی مثلا ما کلن موقع بگه که محصولی هستی که داری تست میشه. حالا شما اینجا داشته باش که شما از بین این میلیون ها نسخه فقط یک نسخه است که بیرون میاد، اونم کامل ترین و تکامل یافته ترین نسخه از اون نسخه خودته که میتونه از اون دنیای موازی بیرون بیاد. یعنی مثلا شما اینو میگید که مثلا از ما شاید هزاران میلیون ها وجود داشته باشه، هم من هم شما همه ما که اینجا هستیم، از ما نسخه های متعددی وجود داره تو دنیاهای دیگه دارن الان زندگی میکنن، ولی فقط یک نفرمون کامل ترینش خواهیم بود. چه جوری داستان چیه؟ حالا صبر کن، این فقط یه نظریه است، نه اینکه یه نظریه باشه. این یه نظریه بین میلیون ها نظریه هستش بوده. بازی با کلمات جالبی بود. ببین که من حالا جالب ترش میکنم برای برگردیم به دژاوو، یا به قول شما دژاوو، یا بحثمون با گیم شروع شد، یا با گیم هم جلو بریم. توی گیم ما یه تصاویری داریم بهش میگن کاتسین، تصویرهایی که بین گیم ها میاد، یه سری چیزها هست، حالا رزولوشن طرف مثلا رزولوشن گیم رو میبینی، یه داستان یه داره توضیح میده چیز این مایه هست. من هم گیمرم بعد میخواستم حالا با گیم بریم جلو. ببین کاتسین رو شما نمیتونی تو گیم بازی کنی، نمیتونی مثلا دیلیتش کنی، هیچ کاری باش نمیتونی، تغییرش هم نمیتونی، تغییرش هم نمیتونی، چیز از پیش تعیین شده است، مثلا کمپانی ها درستش بوده، تو کد نویسیاش بوده. حالا این کاتسین چیکار میکنه؟ یه سری اطلاعات رو به تو راجع به گیم میده، خب که حالا تو میتونی باش توجه کنی، گیم تو راحت تر پیش بری، میتونی هم توجه نکنی و ازش بگذری و ادامه بدی. حالا دلیل وجود این تصاویر کاتسین توی گیم چیه؟ اینه که تو گیم تو بهتر میتونی بازی کنی و بهتر میتونی پیش ببری. حالا کاتسین چه ربطی به دژاوو داره؟ دقیقا سوال من هم بود که چه ربطی؟ ببین هیچ ربطی نداره اگه بخوای حساب کنی، ولی کاتسین زندگی تو همون دژاوو هست. یعنی میخوای بگی که چیز جالبه، یعنی این دژاوویی که ما میبینیم کاتسین هاییه که زندگی واقعی ما داره اتفاق میفته. دقیقا یعنی چیز از پیش تعیین شده است و قرار ما دقت بکنی به چه جوری. آره دیگه، ببین وقت من توضیح دادم، ببین وقتی تو کاتسینو میبینی نمیتونی ترمیمش کنی، نمیتونی، ولی یه تصویری از اون زندگیت. ببین حالا این دژاوایی که اتفاق میفته برامون تو زندگی عادیمون، ما خیلی هستن که دوحد از کنارش رد میشن، خیلی وقتا اصلا چیز میکنن نادیده میگیرن، ولی خب این همون کاتسین های تو بازی هم دیگه. شما باید بدونی قبلش چه اتفاقی افتاده و بعدش قبلش چه اتفاقی. اگر بتونی درست استفاده کنی از این تصاویر، تو میتونی کامل ترین و تکامل یافته ترین نسخه از خودت بشی. جالب. یعنی میگی که الان این کاتسینایی که هست، حالا چیز دژاوایی که هست، کاتسینای زندگی ما به اصطلاح زندگی ما هم یه گیمه که از اول هم از همون سیمولیتور شروع کردیم و ما داریم یه گیمی رو بازی میکنیم به زندگی واقعیمونه. دقیقا. و این کاتسینا، این دژاوا باعث میشه که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. دقیقا. این دژاوایی که در طول روز میبینیم و خیلی بی‌معنی میاد از نظر ما. بله. نکته جالبه بود. ممنونم. اگه صحبتی مونده؟ صحبت خاصی دیگه نمونده. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون. واقعا لطف کردی از این اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتی. خیلی موضوع جذابی به شخص من خودم خیلی دوست دارم این بحثا رو. و یادتون نره که این اولین قسمت از این پادکست هستش. این پادکست در مورد سیمولیتور یا همون شبیه ساز، موضوع خیلی جذابی هست که
از این به بعد با دوستمون خواهیم داشت و این قسمت اولش بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه این برنامه. اگه این برنامه رو دوست داشتی همین الان لایک و سابسکرایب یاد نره، به دوستاتم معرفی بکن ما رو. مراقب خودتون باشید، فعلا خداحافظ. شما هم میخوای خداحافظی بکنم؟ خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و کاتسین بعدی. از این دفعه بعد خداحافظ. حسابش.